دوستان در این قسمت می‌خواهیم نمودار تغییرات نیروی اصطکاک بر حسب نیروی محرک وارد بر جسم را رسم کنیم. بنابراین می‌آیم نمودار تغییرات نیروی اصطکاک بر حسب نیروی محرک وارد بر جسم رو رسم میکنیم. بنابراین محور افقی رو به عنوان محور نیروی محرک در نظر میگیریم. این محور نیروی محرک وارد بر جسمه و محور قائم رو به عنوان محور نیروی اصطکاک وارد بر جسم انتخاب میکنیم. این هم محور نیروی اصطکاک وارد بر جسم. دوستان اگر به جسم ساکن نیروی محرک وارد نشه، بهش نیروی اصطکاک ایستایی نیز وارد نمیشه. اما اگر به جسم ساکن نیروی محرک وارد بشه و جسم همچنان ساکن باقی بمونه، نیروی اصطکاک ایستایی در خلاف جهت نیروی محرک به جسم وارد میشه و نیروی محرک وارد بر جسم رو خنثا میکنه. بنابراین در هر حالت اندازه نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جسم با اندازه نیروی محرک وارد بر جسم برابره. بنابراین نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جسم اندازش همواره با اندازه نیروی محرک وارد بر جسم برابره. اگر بیایم اندازه نیروی محرک وارد بر جسم رو افزایش بدیم، میبینیم که اندازه نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جسم نیز افزایش پیدا میکنه. اگر بیایم اندازه نیروی محرک وارد بر جسم رو افزایش بدیم و این کار رو به تدریج انجام بدیم، به حالتی میرسیم که در اون حالت نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جسم به حد اکثر مقدار خود میرسه. در این حالت که جسم هنوز ساکنه و نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه یا ماکزیمومه، جسم در آستانه حرکته. وقتی که جسم در آستانه حرکته، اگر اندازه نیروی محرک وارد بر جسم اندکی از اندازه FS ماکسیموم بیشتر بشه، جسم شروع به حرکت میکنه. اما چون در این حالت جسم هنوز ساکنه، بنابراین نیروی اصطکاک ایستایی برابر با FS ماکسیموم برابر با FS، یعنی برابر با نیروی محرک وارد بر جسم. یعنی اندازه نیروی اصطکاک ایستایی در آستانه حرکت با اندازه نیروی محرک وارد بر جسم برابره و اندازه FS ماکسیموم از این رابطه نیز به دست میاد. FS ماکسیموم برابر با مو اس اف. خب اگر به معادله نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جسم بر حسب نیروی محرک وارد بر جسم نگاه کنیم، میبینیم که این معادله یه معادله خطی است. بنابراین نمودار نیروی اصطکاک ایستایی بر حسب نیروی محرک یک خط راسته. خب اگر معادله کلی خط راست رو بنویسیم و این معادله را با معادله کلی خط راست مقایسه کنیم، خب داریم عرض از مبدأ نمودار FS بر حسب نیروی محرک برابر با صفر و شیب این نمودار نیز برابر با یک. خب اگر بخوایم این نمودار رو رسم کنیم، داریم خب اگر نیروی محرک برابر با صفر باشه، خب FS نیز برابر با صفر، و اگر نیروی محرک برابر با F1 باشه، نیروی اصطکاک
ایستایی وارد بر جسم نیز برابر با F1. خب نمودار FS بر حسب نیروی محرک یک خط راسته که شیب اون برابر با 1 و از مبدأ میگذره. خب اگر نیروی محرک برابر با F2 باشه، نیروی اصطکاک ایستایی نیز برابر با F2 است. اگر نیروی محرک برابر با F3 باشه، اون موقع نیروی اصطکاک ایستایی نیز برابر با F3 و نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه یا ماکزیمومه که نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه از این رابطه به دست میاد، FS ماکزیموم برابر با مو اس FA. خب اگر دقت کنید شیب این خط برابر با 1 در نتیجه تانژانت زاویه‌ای که این خط با محور نیروی محرک میسازه برابر با 1 در نتیجه زاویه بین این خط و محور نیروی محرک برابر با 45 درجه. حالا اگر بیایم اندازه نیروی محرک وارد بر جسم و اندکی از اندازه FSA یا اندکی از اندازه FSA ماکسیموم بیشتر کنیم، میبینیم که جسم شروع به حرکت میکنه و به جسم در حال حرکت در خلاف جهت حرکت نیروی اصطکاک جنبشی وارد میشه. حال اگر اندازه نیروی محرک وارد بر جسم در حال حرکت رو به تدریج افزایش بدیم، میبینیم که اندازه نیروی اصطکاک جنبشی تغییری نمیکنه و ثابت باقی میمونه و اندازه اون همواره برابر با موکا FN. حتی اگر بیاییم اندازه نیروی محرک وارد بر جسم در حال حرکت رو از اندازه FSA کمتر کنیم یا حتی نیروی محرک وارد بر جسم در حال حرکت رو حذف کنیم، تا زمانی که جسم حرکت میکنه نیروی اصطکاک جنبشی به جسم وارد میشه و اندازه اون همواره ثابته و برابر با موکا FN. اما در اکثر موارد اندازه نیروی اصطکاک جنبشی از اندازه نیروی اصطکاک ایستایی ماکزیموم یا بیشینه کمتره. بنابراین اگر ما بیاییم نیروی محرک وارد بر جسم رو از FSA بیشتر کنیم، جسم شروع به حرکت میکنه و به جسم در حال حرکت نیروی اصطکاک جنبشی وارد میشه و اگر نیروی محرک وارد بر جسم در حال حرکت رو به تدریج افزایش بدیم، میبینیم که نیروی اصطکاک جنبشی وارد بر جسم ثابت باقی میمونه و اندازه اون همواره برابر با موکا FN. یعنی اندازه نیروی اصطکاک جنبشی به اندازه نیروی محرک وارد بر جسم بستگی نداره. اما سوال بعدی ما میگه مطابق شکل رو به رو بر یک جسم 3 کیلوگرمی که در ابتدا ساکنه، یک نیروی متغیر با زمان به معادله F مساوی با 2T بر حسب نیوتن در SI اثر میدیم. خب جرم جسم یعنی M برابر با 3 کیلوگرم. جسم در ابتدا ساکنه. این جسم در ابتدا ساکن است. به این جسم
نیروی متغیر F به صورت افقی و به سمت راست وارد میشه. نیروی F تابع زمانه و معادله نیروی F بر حسب زمان در SI بدین صورت F مساوی با 2T. چون این معادله نیروی F بر حسب زمان در دستگاه SI، بنابراین واحدهای کمیت‌های موجود در این معادله واحدهای SI اون کمیت‌ها هستند. یعنی واحد T یا زمان ثانیه است و واحد F یا نیرو نیوتونه. اگر دقت کنید معادله نیروی F بر حسب زمان یه معادله خطی است، یعنی نیروی F با گذشت زمان به صورت خطی افزایش پیدا میکنه. در لحظه T صفر مساوی با صفر نیروی F برابر با صفر، اما با گذشت زمان نیروی F اندازش زیاد میشه. و نیروی استقاق در لحظه T مساوی با 10 ثانیه چند برابر نیروی استقاق در لحظه T مساوی با 8 ثانیه است؟ خب صورت سوال گفته این نسبت رو به دست بیارید. نسبت نیروی استقاق در لحظه T مساوی با 10 ثانیه به نیروی استقاق در لحظه T مساوی با 8 ثانیه. G برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم. خب G برابر 10 نیوتن بر کیلوگرم فرض کنید. مو S ضریب استقاق ایستایی بین جسم و سر برابر با 16. مو اس برابر با 16. مو کا یعنی ضریب استقاق جنبشی بین جسم و سطح برابر با نیم. مو کا هم برابر با نیم. خب سوال از ما این نسبت رو خواسته، نسبت نیروی استقاق در لحظه تی مساوی با 10 ثانیه به نیروی استقاق در لحظه T مساوی با 8 ثانیه. بنابراین ابتدا باید نیروی استقاق رو در لحظات T مساوی با 10 ثانیه و T مساوی با 8 ثانیه به دست بیاریم. اما اگر دقت کنید در صورت سوال نوع نیروی استقاق رو در لحظات T مساوی با 10 ثانیه و T مساوی با 8 ثانیه مشخص نکرده، بنابراین ما باید در این لحظات نوع نیروی استقاق رو مشخص کنیم. خب بنابراین باید ابتدا نیروی استقاق ایستایی ماکزیموم رو به دست بیاریم. اگر در لحظه نیروی محرک وارد بر جسم کوچکتر یا مساوی با نیروی استقاق ایستایی ماکزیموم بود، در اون لحظه جسم ساکن باقی میمونه و نیروی استقاق وارد بر جسم ایستایی است. اما اگر در لحظه نیروی محرک وارد بر جسم از نیروی استقاق ایستایی ماکزیموم یا بیشینه بیشتر باشه، اون موقع جسم حرکت میکنه و نیروی استقاق وارد بر جسم جنبش است. بنابراین ابتدا FS ماکزیموم رو به دست میاریم. FS ماکزیموم برابر با مو S FN. اما برای اینکه FS ماکزیموم به دست بیاریم باید FN رو داشته باشیم. خب ابتدا میای نیروهای وارد بر این جسم رو رسم میکنیم. خب نیروی افقی F به سمت راست به جسم وارد میشه که نیروی متغیری است و تابع زمانه. نیروی وزن از طرف مرکز زمین به جسم وارد میشه. نیروی عمودی سطح به سمت بالا از طرف سطح به جسم وارد میشه و در خلاف جهت نیروی محرک یا در خلاف جهت حرکت جسم
نیروی اصطکاک به جسم وارد میشه. نیروی اصطکاک وارد بر این جسم به سمت چپه. خب چون این جسم در راستای عمودی حرکت نمیکنه، بنابراین نیروهای وارد بر جسم در راستای عمودی همدیگر رو خنسا میکنن. یعنی در اینجا Fn برابر با W که وزن جسم نیز برابر با Mg. خب در نتیجه داریم Fs ماکزیموم برابر با مو S، Fn هم که برابر با Mg. خب این رابطه اول ما باشه. از رابطه اول داریم Fs ماکزیموم برابر با مو اس برابر با 16 ضرب در ام برابر با 3 کیلوگرم، جی برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم. خب اف اس ماکسیمم میشه 18 نیوتن. خب در نتیجه اف اس ماکسیمم برابر با 18 نیوتن. خب این هم رابطه دوی ما باشه. خب اما میایم در لحظه تی مساوی با 8 ثانیه که اونو لحظه تی 1 مینامیم، نیروی محرک و همچنین نیروی اصطکاک رو به دست میاریم. خب لحظه تی مساوی با 8 ثانیه را لحظه تی 1 مینامیم. در این لحظه نیروی محرک وارد بر جسم یعنی اف 1 برابر با 2t1 برابر با 2 ضرب در t1 هم که 8 ثانیه است. خب f1 برابر با 16 نیوتن. یعنی در این لحظه نیروی محرک وارد بر جسم که 16 نیوتنه از نیروی اصطکاک ایستایی ماکسیمم کوچکتره. بنابراین در این لحظه جسم ساکن باقی میمونه و نیروی اصطکاک وارد بر جسم ایستایی است. بنابراین چون در لحظه T1 مساوی با 8 ثانیه داریم، F1 مساوی با 16 نیوتن کوچکتر از Fs ماکسیموم برابر با 18 نیوتن. در نتیجه در این لحظه جسم ساکن باقی میماند. یعنی نیروی اصطکاک وارد بر جسم ایستایی است. خب نیروی اصطکاک ایستایی در هر حالت برابر با نیروی محرک وارد بر جسم از نظر اندازه و از نظر جهت هم که خلاف جهت هم هستن. بنابراین در اینجا داریم F S در لحظه T1 یعنی F1 S برابر با F1 برابر با 16 نیوتن. البته در این حالت چون جسم ساکنه و حرکت نمی کنه، بنابراین نیروهای راستای افقی نیز همدیگر رو خنثی می کنن. یعنی نیروی اصطکاک ایستایی نیروی محرک F1 رو خنثی می کنه. خب این رابطه 3 باشه. حال میایم نیروی اصطکاک وارد بر جسم رو در لحظه تی مساوی با 10 ثانیه به دست میاریم. خب لحظه تی مساوی با 10 ثانیه را لحظه T2 مینامیم. T2 برابره با 10 ثانیه. خب نیروی محرک وارد بر جسم در این لحظه یعنی F2 برابره با
دو تی دو دو ضرب در تی دو 10 ثانیه است. بنابراین اف دو برابر با 20 نیوتن. خب اگر دقت کنید نیروی محرک وارد بر جسم در لحظه تی دو از اف اس ماکسیموم بیشتره، بنابراین در این لحظه جسم در حال حرکته و نیروی اصطکاک وارد بر جسم جنبشی است. بنابراین چون در لحظه تی دو مساوی با 10 ثانیه داریم، اف دو برابر با 20 نیوتن و بزرگتر از اف اس ماکسیموم برابر با 18 نیوتن، در این لحظه جسم حرکت می کند. در نتیجه نیروی اصطکاک در این لحظه جنبشی است. خب نیروی اصطکاک نیروی اصطکاک جنبشی است. خب بنابراین نیروی اصطکاک جنبشی در این لحظه را، این لحظه تی دو را اف دو کا می نامیم، که اف دو کا از این رابطه به دست میاد، اف دو کا برابر با مو کا اف ان. در نتیجه اف دو کا برابر با مو کا ام جی، اف ان برابر با ام جی. در نتیجه اف دو کا برابر با مو کا نیم ضرب در ام، ام برابر با 3 کیلوگرم ضرب در جی هم که برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم. در نتیجه اف دو کا برابر با 15 نیوتن. خب این رابطه را رابطه 4 می‌نامیم. خب اگر دقت کنید نیروی اصطکاک در لحظات تی مساوی با 8 ثانیه و تی مساوی با 10 ثانیه را به دست آوردیم. نیروی اصطکاک در لحظه تی یک مساوی با 8 ثانیه از نوع ایستایی است و برابر با 16 نیوتن، یعنی F1S نیروی اصطکاک ایستایی در لحظه تی 1 16 نیوتنه و همچنین نیروی اصطکاک در لحظه تی 2 مساوی با 10 ثانیه از نوع جنبشی است و برابر با 15 نیوتنه، یعنی F2K نیروی اصطکاک جنبشی در لحظه تی 2 برابر با 15 نیوتن. خب حالا این نسبت رو میتونیم به دست بیاریم، یعنی نسبت نیروی اصطکاک در لحظه تی مساوی با 10 ثانیه به نیروی اصطکاک در لحظه تی مساوی با 8 ثانیه، نیروی اصطکاک در لحظه تی مساوی با 10 ثانیه یعنی اف دو کا. خب به نیروی اصطکاک در لحظه تی مساوی با 8 ثانیه یعنی اف 1s. خب در نتیجه اف 2k به اف 1s برابره با اف 2k 15 نیوتن، اف 1s برابره با 16 نیوتن. خب در نتیجه این نسبت، یعنی نسبت اف 2k به اف 1s، یعنی این نسبت برابر با 15/16. در نتیجه گزینه 4 جواب این سواله. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه مطابق شکل روبرو نیروی F مساوی با منفی 80 آی به اضافه 60 جی به جسمی به جرم 10 کیلوگرم که در ابتدا ساکن بوده
وارد می شود. خب جرم جسم یعنی ام برابر با 10 کیلوگرم. جسم در ابتدا ساکنه. جسم در ابتدا ساکن است. به جسم نیروی F بدین صورت وارد میشه که بردار نیروی F بر حسب بردارهای 1 K, I و J داده شده. بردار نیروی F برابر با منفی 80 I به اضافه 60 J. خب اگر ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و دیوار 45 صدم، یعنی مو اس برابر با 45 صدم، و ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و دیوار 0.4 باشه، موکا برابر با 0.4، کدام گزینه نحوه حرکت جسم رو به درستی بیان میکنه؟ 1. جسم ساکن میمونه. 2. جسم با سرعت ثابت پایین میاد. 3. جسم با شتاب ثابت 0.8 متر بر مربع ثانیه به سمت پایین حرکت میکنه. 4. جسم با شتاب ثابت 7.2 متر بر مجذور ثانیه به سمت بالا حرکت میکنه. خب در این سوال نحوه حرکت جسم از ما خواسته. گفته نحوه حرکت جسم کدام یک از این موارده؟ بنابراین سوال گفته نحوه حرکت جسم رو بیابید. خب شتاب گرانشی زمین رو برابر 10 نیوتن بر کیلوگرم فرض کنید. جی برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم. اگر دقت کنید، خب در صورت سوال به ما نوع نیروی اصطکاک وارد بر جسم نداره، یعنی نگفته که نیروی اصطکاک وارد بر جسم ایستایی است یا جنبشی. همچنین ما جهت نیروی اصطکاک وارد بر جسم رو نمیدونیم. برای اینکه جهت نیروی اصطکاک وارد بر جسم رو پیدا کنیم، باید جهت نیروی محرک وارد بر جسم رو بیابیم. خب نیروی محرک وارد بر یک جسم ساکن برایند همه نیروهایی است که به جسم ساکن وارد میشه به جز نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جسم ساکن. یعنی نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جسم ساکن برایند نیروهای دیگر، یعنی نیروی محرک رو خنثا میکنه. یعنی نیروی اصطکاک ایستایی در خلاف جهت نیروی محرکه، ولی اندازش با اندازه نیروی محرک برابره. بنابراین اگر ما جهت نیروی محرک رو داشته باشیم، در واقع جهت نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جسم ساکن رو داریم. یعنی جهت نیروی اصطکاک اگر ایستایی باشه در خلاف جهت نیروی محرکه. خب اگر جسم تحت تأثیر نیروی محرک حرکت کنه، نیروی اصطکاک جنبشی به جسم در خلاف جهت حرکت جسم وارد میشه. خب اگر نیروی محرک جسم رو به حرکت در بیاره، جسم در جهت نیروی محرک حرکت میکنه. بنابراین نیروی اصطکاک جنبشی در خلاف جهت نیروی محرکه. خب چه جسم ساکن باقی بمونه و چه جسم حرکت کنه؟ نیروی اصطکاک در خلاف جهت نیروی محرک به جسم وارد میشه. بنابراین اگر جهت نیروی محرک رو داشته باشیم، در واقع جهت نیروی اصطکاک رو پیدا کردیم. خب اما برای اینکه جهت نیروی محرک وارد بر جسم رو بیابیم، نیروهای وارد بر جسم رو به جز نیروی اصطکاک رو رسم میکنیم. خب نیروی F بدین صورت به جسم وارد میشه، همچنین نیروی وزن از طرف مرکز زمین به سمت پایین به جسم وارد میشه، نیروی عمودی سطح به سمت راست به جسم وارد میشه و بر سطح عموده. خب به جز نیروی اصطکاک این سه نیرو به جسم وارد میشن.
خب اما ما میایم نیروی F رو به مؤلفه هاش تجزیه میکنیم. خب اگر بخوایم یک نیرو یا یک برده رو به مؤلفه هاش تجزیه کنیم، بدین صورت عمل میکنیم. خب دستگاه مختصات X و Y رو رسم میکنیم. از نقطه O مبدا مختصات مساوی این نیرو یا مساوی این برده رو رسم میکنیم. مساوی این بردار یا این نیرو برداری است هم اندازه و هم جهت با اون. خب از انتهای بردار F عمودهایی بر محورهای Y و X رسم می‌کنیم. خب مبدا مختصات رو به پای عمود روی محور X وصل می‌کنیم. بردار FX یعنی مؤلفه X بردار F به دست میاد. مبدا مختصات رو به پای عمود روی محور Y وصل می‌کنیم. بردار FY یعنی مؤلفه Y بردار F به دست میاد. خب اگر دقت کنید در اینجا بردار F برابر با بردار FX به اضافه بردار FY، یعنی بردار F برایند دو بردار FX و FY که خب در اینجا بردار نیروی F رو به ما داده. F برابر با منفی 80 I به اضافه 60 J. اگر این دو رابطه رو با هم دیگه مقایسه کنیم، داریم بردار FX برابر با منفی 80 I، بردار FY برابر با مثبت 60 J، یعنی اندازه FX برابر با 80 نیوتن و جهت اون به سمت چپه و اندازه FY برابر با 60 نیوتن و جهت اون به سمت بالاست. حالا ما میاییم نیروی F رو حذف میکنیم و به جاش مؤلفه هاشو بر جسم وارد میکنیم. خب FX به سمت چپ به جسم وارد میشه و اندازه اون 80 نیوتنه. FY هم به سمت بالا به جسم وارد میشه و اندازه اون برابر با 60 نیوتنه. خب اگر دقت کنید دو نیروی FN و FX همدیگر رو خنسا میکنن. چون جسم در راستای افقی حرکت نمیکنه، نیروهایی که به جسم در راستای افقی وارد میشن همدیگر رو خنسا میکنن. بنابراین چون جسم در راستای افقی حرکت نمی کند، داریم FN برابر با FX و اندازه FX هم که برابر با 80 نیوتن. خب بنابراین دو نیروی FN و FX همدیگر رو خنسا میکنن. در راستای عمودی به جز نیروی اصطکاک دو نیروی وزن و FY به جسم وارد میشن. بنابراین نیروی محرک وارد بر این جسم در جهت نیروی بزرگتره. اگر W بزرگتر از FY باشه، نیروی محرک در جهت W است، یعنی رو به پایینه. و اگر FY بزرگتر از W باشه، نیروی محرک در جهت FY و رو به بالاست. خب اندازه این دو نیرو رو پیدا میکنیم. خب W نیروی وزن برابر با MG برابر با M 10 کیلوگرمه، G هم که برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم، وزن جسم برابر با 100 نیوتن، اندازه FY هم که برابر با 60 نیوتن. خب در نتیجه میبینیم که
نیروی وزن اندازش از نیروی اف ایگریگ بیشتره. در نتیجه نیروی محرک وارد بر این جسم به سمت پایینه، اف محرک به سمت پایینه و اندازش برابر با دبلیو منهای اف ایگریگ. اندازه نیروی وزن 100 نیوتونه، منهای اندازه اف ایگریگ هم که 60 نیوتونه. خب در نتیجه اف محرک، نیروی محرک برابر با 40 نیوتن. خب جهت نیروی محرک به سمت پایینه. بنابراین چه جسم ساکن باقی بمونه و چه جسم حرکت کنه، نیروی اصطکاک در خلاف جهت نیروی محرک به جسم وارد میشه، یعنی جهت نیروی اصطکاک به سمت بالاست. خب این هم نیروی اصطکاک وارد بر جسم. خب اما برای اینکه ببینیم که آیا جسم ما ساکن باقی میمونه یا حرکت میکنه، خب باید FS ماکسیموم رو پیدا کنیم. اگر اندازه نیروی محرک از اندازه نیروی اصطکاک ایستایی ماکسیموم بیشتر باشه، جسم حرکت میکنه و نیروی اصطکاک وارد بر جسم جنبشی است. اما اگر اندازه نیروی محرک وارد بر جسم از اندازه نیروی اصطکاک ایستایی ماکسیموم کوچکتر باشه یا با اون برابر باشه، جسم ساکن باقی میمونه و نیروی اصطکاک وارد بر جسم ایستایی است. خب نیروی اصطکاک ایستایی ماکسیموم رو به دست میاریم. FS ماکسیموم برابر با مو اس FN. مو اس 45 صدم ضرب در FN. FN که برابر با 80 نیوتن. خب این صفر با این صفر میره، 80 ضرب در 45 تقسیم بر 100. خب ما صفر با صفر حذف کردیم، میشه 8 ضرب در 45 تقسیم بر 10. خب 8 ضرب در 45، خب 8 پنجی میشه 40، خب 8 چهاری میشه 32، میشه 360 تقسیم بر 10 میشه 36، یعنی FS ماکسیموم برابر با 36 نیوتن. خب میبینیم که F محرک که برابر با 40 نیوتن بزرگتر از FS ماکسیموم که برابر با 36 نیوتن. در نتیجه جسم حرکت میکند و نیروی اصطکاک وارد بر جسم جنبشی است. خب افکا رو به دست میاریم. افکا برابر با موکا اف این. خب موکا 14 ضرب در اف این. اف این برابر با 80 نیوتن. خب این صفر با این صفر حذف میشه، اف کا برابر با 32 نیوتن. خب نیروی اصطکاک ما جنبشی است و برابر با 32 نیوتن. خب حالا میایم قانون دوم نیوتن رو برای حرکت جسم مینویسیم. اف نت برابر با ام ای. نیروی خالص وارد بر جسم برابر با جرم جسم ضرب در شتاب حرکت جسم. خب این دوتا نیرو که همدیگر رو هضم میکنن، اف ان و اف ایکس. خب اف نت میشه خب نیروهایی که در جهت حرکت به جسم وارد میشن منهای نیروهایی که در خلاف جهت حرکت به جسم وارد میشن. خب
خب اف ان اف برابر با دبلیو منهای اف ایگریک منهای اف کا برابر با ام ای. خب در نتیجه خب داریم دبلیو برابر با 100 نیوتن منهای اف ایگریک برابر با 60 نیوتن منهای اف کا برابر با 32 نیوتن برابر با جرم جسم 10 کیلوگرم ضرب در ای. در نتیجه داریم خب 100 منهای 60 میشه 40، 40 منهای 32 میشه 8، 8 برابر با 10 ای. خب در نتیجه ای برابر با 8 دهم، 8 دهم متر بر مربع ثانیه. بنابراین جسم با شتاب ثابت 8 دهم متر بر مربع ثانیه به سمت پایین حرکت میکنه، یعنی با این شتاب در جهت نیروی محرک که رو به پایینه حرکت میکنه. بنابراین جواب این سوال گزینه سه است. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه در شکل رو به رو نیروی F چند نیوتن باشه تا جسم در آستانه حرکت به سمت بالا باشه. خب در شکل رو به رو نیروی F برابر با چند نیوتن باشه؟ F برابر با چند نیوتن تا جسم در آستانه حرکت به سمت بالا؟ جسم در آستانه حرکت یعنی جسم هنوز ساکنه، اما اگر اندازه F یه مقداری از این بیشتر بشه جسم رو به بالا شروع به حرکت میکنه. جی برابره با 10 نیوتن بر کیلوگرم. مو اس ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح برابره با 4 دهم. جرم جسم نیز برابره با 2 کیلوگرم. ابتدا نیروهای دیگر وارد بر این جسم رو رسم میکنم. خب نیروی وزن از طرف مرکز زمین رو به پایین به جسم وارد میشه. نیروی عمودی سطح از طرف سطح به جسم وارد میشه و بر سطح عمودی. چون جسم در آستانه حرکت به سمت بالاست، بنابراین نیروی اصطکاک ایستایی در خلاف جهت نیروی محرک به جسم وارد میشه. نیروی اصطکاک ایستایی در این حالت که جسم در آستانه حرکت بیشینه یا ماکسیمومه. خب جسم در آستانه حرکت، بنابراین جسم ساکنه. در نتیجه شتاب جسم برابر با صفر. در نتیجه نیروی خالص وارد بر جسم برابر با ام ضرب در ای. چون ای برابر با صفر، نیروی خالص وارد بر جسم برابر با صفر. در نتیجه نیروهایی که در راستای افقی به جسم وارد میشن باید همدیگر رو خنثا کنن، همچون نیروهایی که در راستای عمودی به جسم وارد میشن باید همدیگر رو خنثا کنن. در نتیجه داریم Fn برابر با F'. همچنین F برابر با W به اضافه Fs ماکسیموم. خب اگر دقت کنید Fn به سمت راسته، F' به سمت چپه. این دو نیرو باید همدیگر رو خونسا کنن، یعنی اندازه این دو نیرو باید با همدیگه برابر باشه. همچنین W و Fs ماکسیموم
به سمت پایینن و F به سمت بالاست. بنابراین اندازه F باید با مجموع اندازه این دو نیرو برابر باشه. خب از این رابطه داریم Fn برابر با 20 نیوتن. خب اگر دقت کنید موس رو داریم، Fn رو داریم، بنابراین Fs ماکزیموم رو میتونیم از این رابطه به دست بیاریم. Fs ماکزیموم برابر با موس Fn. خب موس 14 ضرب در Fn 20 نیوتن. خب این میشه 80 تقسیم بر 10 میشه 8 نیوتن. خب از این رابطه که اون رابطه یک مینامم، خب میتونیم F رو به دست بیاریم. خب F برابر با W وزن به اضافه Fs ماکسیموم. خب W برابر با mg به اضافه Fs ماکسیموم. خب جرم جسم 2 کیلوگرم، g هم که برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم به اضافه Fs ماکسیموم که 8 نیوتن به دست اومد. در نتیجه F برابر با 20 به اضافه 8 برابر با 28 نیوتن. بنابراین جواب این سوال گزینه 3.